اشرف غنی با پنچری ها کار کنم که دیگر شوق سیاست نکنند. شکایت فهیم کدامنی از اشره های شبکه های اجتماعی. و در پایان اعتراف تلخ دونالد ترامپ، هیچ کس مرا دوست ندارد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. به نقل از گزارشنامه افغانستان، با پنچری ها کار کنم که دیگر شوق سیاست نکنند. سخن نجات پرست اعظم تصادفی نیست، مصوبه است. یک مامور خفیه قسم می کند که اشرف غنی باره در یک جلسه خودی با تمطراق گفت با پنچری ها کار کنم که دیگر در تاریخ شوق سیاست نکنند. یکی از پیشتازان کرنش و مصلحت سالها بعد روایت مشابه از گفتار غنی را فاش کرد که خینه بعد از عید بود. چرا بالای پنچری تا به این حد دندان خواهی می کنند؟ البته این امر سرسری و تصادفی نیست. پنچر سنگرگاه راهبردی از 40 سال بدین سو محور و بستر هویت جدید سیاست و دفاع از افغانستان بوده و هنوز در زور آزمایی های بعدی گره کای دو کمرگاه هندوکش شمالی و جنوبی و مسلط بر پایگاه بکرام و کابل است. غنی یکی از شارلاتان های به شدت افسار گسیخته و نجات پرست اداری در سیستم جهانی سرمایه داری است که سرانجام در ایام کهولت قرعه ماموریت افغانستان آشوب زده به نامش زده شد. در معذر ده ها نماینده بین المللی، به جای قرار دادن اولویت کار بر نجات افغانستان و استرداد ثروت های نقدی از دزدان خارج نشین در خدمت جنرال اسکات ملر، نقش ناظر چالاک و گردنباریکی را اجرا می کند که برایش در نظر گرفتن تا پنچر را قلمرو مجزا فاقد قانون و پناهگاه خاطیان و اخلاق باختگان به قلم دهند. پنچر را از روی رانده های چموش مشرب و برده مادیات مس نتوان بداوری گرفت. غنی یافته های مستند پژوهشگر معدنی را در مورد آن که لواتت در لوگر بیداد می کند ناپدید و محقق را از افغانستان مفرور ساخت. حمید قیومی آن دزد مادرزاد آمریکایی را که وجدانش چنان ماهی از آب کشیده و رها شده در شن زار داغ دیده گندیده نادیده گرفت. اگلیل حکیمی از فریبکار به ظاهر محترم هنوز در امریکا از هوای قباحت های مرتکبیه نفس می کشد. بر دزدی های روف ابراهیمی، زاخلوال، فاروق وردک، داستان های فضلی و ده ها خائن شاخدار یهوداوار چشم بست. وی در آستانه رهایی 600 تروریست اعدامی طالبان برای معرفی یکی از اسامیان مکروه پنچری کرام‌الدین کریم بر شخصیت و عزت نام‌آوران پنچر در عرصه سیاسی، فرهنگی، تاریخی و جنگی پرده خاموشی می اندازد تا نگاه های غیظ و غضب قوای خارجی و لشکرهای طالب تروریست را به سوی یگانه امیدگاه دفاع از افغانستان، شرف و جمهوریت آینده معطوف بدارد. جهال تاریخی اطلاع یافتند که پنچر در نبردهای تاریخی و ملی که قرار است آغاز شود کماکان مدینه مقاومت ملی و امیدهای نامرینه برای بقای کشور خواهد بود. پنچر هنوز زخمهای خود را درمان نکرده است. خطه است مبرا از کشت کوکنار، انتحار، آدم فروشی و کت خداهای شهرنشین همه دست نگیر غنی ها اند. و اما از آن سنگر خالی در حول و حراسند. سخن کلاهبردار اعظم ارگ تصادفی نیست، یک مصوبه و چکیده یک قطعنامه بین نمایندگان بین المللی طالبان و تسلیمی های پنچر است.
شکایت فهیم کدامنی از اشاره های شبکه های اجتماعی. کوههای این وطن پازبان های تازه نفس دارد. پس از امضای توافقنامه صلح بین طالبان و امریکا، تبلیغات طالبان و سایر مزدوران ISI طوری است که جنگ طالبان استقلال طلبی بوده و پس از خروج قوای ناتو دوباره کشور ما در دست طالبان میافتد. ادعای برای این فکر تبلیغات گسترده میکنند و حتی بعضی از رسانه ها در حال قباحت زدایی از چهره طالبان هستند. نهادهای مدنی پول بگیر هم مهره سکوت بر لب زده و حتی اعلامیه نمیدهند. اما مردم بیشتر از گذشته مصمم به مبارزه علیه تروریست ها معلوم میشوند. حالا فکر زد طالبانی در 34 ولایت کشور ما طرفداران بیشمار دارد. اما در دوره جدید مبارزه با طالب ها مضرترین افراد و حلقات همان اشاره های شبکه های اجتماعی است که بدون دقت و سنجش مردم را به نام قوم، منطقه و زبان علیه یکدیگر قرار می دهند تا فاصله های قومی و زبانی بیشتر شود و بخش های از مردم شریف کشور ما به خاطر بعض پیوندها حداقل در آن حالت احتمالی سکوت کنند. این حشرات شبکه های اجتماعی که بیشترشان از ترس طالب ها به کشورهای غربی فرار کردند و با پول سوسیال زندگیشان را پیش میبرند و همه تلاششان گرفتن شهروندی یکی از کشورهای غربی است، با فحش دادن به فلان قوم یا زیان هموطنان ما فقط نام و چهره منحوسشان را تشهیر میکنند، ولی زیان نوشته ها و گپ هایشان به همه مردم این سرزمین میرسد. مردم داخل افغانستان باید صفشان را از حشرات مضر فیسبوکی که کارشان ترویج اختلاف است دور نگه دارند و بدون تبعیض قومی و زبانی در کنار هم علیه دشمن مشترک استاده شوند. و در پایان ترامپ میگوید هیچ کس مرا دوست ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در سخنانی از میزان بالای مقبولیت دکتر فاوچی، عضو ارشد تیم ویژه مقابله با ویروس کرونا در ایالات متحده، ابراز تعجب کرد. با گزارش افق و نقل از یورونیوز، رئیس جمهور آمریکا ضمن اشاره به مقبولیت بالای دکتر فاوچی در میان مردم و با تاکید بر رابطه بسیار خوبی که با رئیس مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی کشور دارد، به این نتیجه می رسد که وی باید دست کم از همین میزان مقبولیت برخوردار باشد. دونالد ترامپ سپس به شوخی گفت هیچ کس مرا دوست ندارد. آقای ترامپ در این خصوص یادآور شد که نه فقط دکتر فاوچی و دیبورا بریکس، دیگر عضو ارشد کار گروه ویژه مقابله با ویروس کرونا در امریکا که وی و دیگر اعضای دولت نیز سزاوار تشویق برای مدیریت بحران کرونا در ایالات متحده هستند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.